مار پیر اولین داستانی هستش که براتون میگم. داستان مار پیر. مار پیر داستان چی؟ مار مار بوده. پیر چاقی سمانه. چه بوده؟ آوردن که ماری پیر شد و تمام شکار کردن را از دست داد. باش. سر بوتس نستلر لجاری آفین یه بابسوسان سو گردو پیر گل با وانساز از سرنوشت خود اندوهگی شد که بدون تمام شکار کردن چگونه میتواند زندگی کنید. یه همی اینو روین یه بیر دستر دیم او رو میکنی گل دیم بکنم هیما زیرازیل زیر رو گودی زنگه گویل چپ کارم آفیر جارین پایز بوچ با آن که میدید که جوانی را نمیتوان به دست آورد اما آرزو میکرد که ای کاش همین پیری نیز ماندنی بود. باید باش یه تیره که این نظر دیگه بوشه اما باید سرطه لیم بوی ماستو یه مزاید که ماستو سون سو پرسار بسیارس هشوینه بیدیم دو قسمان پس به کنار چشمه‌ای که در آن قورباغه‌های بسیار زندگی می‌کردند و یک سلطان خوشبخت داشتند رفت و خود را مانند افسردگان و اندوه‌زدگان نشان داد. پس بدگری مجر در بوتس یک هنگرد می‌گرد بلوخ دوید آرومه او هرچنون این چه بداره؟ این چوه سرکان و دهو خود بود؟ و چی دلگو من بیجا بس میمید که زبید قورباغه ای از او دلیل اندوهش را پرسید. مار گفت چرا اندوهگی نباشم که زنده بودن من در شکار کردن قورباغه بود اما امروز به یک بیماری دچار شدم که اگر هم قورباغه ای شکار کنم نمیتوانم آن را نگه داشته و بخورم. کنی در آنسکی تک چه این که کنگس آنسنو می گرد و دلو پدست خانو می نم ایم آرتن چم کارمانو گرد درمید یه در آنکان برنو می نم چم کارمانو باری تک چو می گرد رو را بورا گرن ستاکابوری موده کنم و ایت رو را حیدی کرم نورو چون شده هدکش کنم تاکابوری گلیز اوزی مود و هاتسو. قورباغه پس از شنیدن سخن از حاکم به نزد حاکم رفت و مژده این کار را به او داد. سلطان مار را به نزد خود خواند و از او پرسید که چرا دچار این بیماری شده ای؟ مار گفت روزی میخواستم که یک قورباغه را شکار کنم. قورباغه گریخت و خود را به خانه مرد با ایمانی انداخت. من او را تا خانه مرد با ایمان دنبال کردم. خانه تاریک بود و پس مرد با ایمان هم در خانه و پسر مرد با ایمان هم در خانه نشسته بود. من انگشت پسر را به گمان اینکه قورباغه است نیش زدم. پسر مرد با ایمان مرد. اون مرد با ایمان من را نفرین کرد و از خدا خواست تا خار کوچک شدم به گونه ای که سلطان قورباغه ها بر پشت من نشیند و من توان خوردن هیچ قورباغه رو نداشته باشم. اینو تا اینجا درده که زرد بسنیده او چه هرچو میوازم برچرس میگرو دیوزم برنه پاقا می افکاری دون مدار یه زد رای دویز نرس مدار دون موتر مطمئن منج افکاری کناز یری خایده چی گردی هد شپوته برو خیفش یه خان، ساوید چچاز، او می رو اخگرد لویس وارد تچه اینس دیسال ایمانالو بر دغاین خایتله مهد نرد او آنیزلو بینز برا هزار یز پخچومه ای اون را آنیز کلزو از دوازانی آین خان طولاناز و دگاراناز بر گردری تکا بره کس هزمی او کشی آین خان زیراناز بره چکاروغاناز برسانه یه میان گردری تکا بولی بگر منزو بغل ما تو چند؟ اپلیست
Ահա այդ օրից ով արքա, չեմ կարողանում որսանել, գործ բռնել։ Հիմա հաշտվել եմ ճակատագրիս հետ, ուզում եմ, որ ինձ հեծնես ու քշես։ سلطان قوباغا با شنیدن این سخن خوشحال شد و بر پشت ما نشست. گردلی تکاول گرمیان یرازون کاروه بیدخالی گوچی پیتنل هواتو من را پسکرین و گنون نستو من را میچنید. سلطان با اون کار خودشو بزرگ و نیرومن میپنداش و بر دیگران فخر و افتخار میکن. یه اوچو سکسو من را مانازه. پس از گذشت چند روز مار به سلطان گفت زندگانی سلطان دراز باد. من نیروی زیادی نیاز است که با آن زنده بمانم و در خدمت به تو روزگار را سپری کنم. میان یک قدس ارتن سویز در جمال دیمون تکابلیم. Թագավորն ապրած գնա, որ կարողանա քեզ ծառայել, ինձ մի կտոր հաց տուր ու տեղ չսանդկեմ։ Ճիշտ ես ասում է գորդերի թագավորը, կհրամայեմ, որ քեզ օրը երկու գորդ տա, ուտես ու շաբաթես, որպեսզի կարողանաս ինձ տեղից տեղ տանել, ինչ որ ժամանակ օձը առանց կխացավանքի օրը երկու գորդ է լինում, սակայն այդ միտքը որ իրեն հեծնում են, այն էլ գորդերի թագավորի նման ինքնահավան ու գորոս մեկը ոչ մի վարճան անհանգիստ չէ տալիս։ Սուլթան գովտ դրոս մինի, من هم هر روز دو تا قورباغه برات آماده می کنم تا بخوری. این ժամանակ երբ սովից مثل که ادامه بید. بله. پس مار هر روز دو تا قورباغه میخورد و چون در این کاری که انجام میداد سودی بود، سودی میشناخت، آن را در ید خالی خود نمیپنداشت. از زمانی که سوویچ سرکل و همار از خاق سرکتی شرونک متعظم ارنا گلوخس بلوروین چه رنسمی که ورکان زن رو امتالی بلینی از پیزدارمشون منوشه میوره قدس در ինչպես ես կարողանում ամեն անգամ երկու անմեղ գործ զոհաբերել, ինչ է թե ինձ հեծնես, չէ որ դու նրանց կյանքի երաշխավորն ես։ Լրիր թագավորական գործերին խառնվելը քեզ նմանների պետքի բանը չէ։ Գոչում է գորդերի թագավորն ու ձերքի գավազանը ամբողջ տապով օձի դրպին ուչեցնում։ Օձը, որի համբերություն բաժակը արդեն լցվել էր և այս սա նման սովորացրած հատուրժելու ուժ ու կարողություններ, կայացնում է իր կյանքի ամենակարևոր վճիռը, թափենտալիս մեջքից դերն է դում գորդերի փառասեր թագավորի և միանգամից խուլ տալիս, հետո քաշվում է անտարի մի անկյուն, որ իր մնացած օրերը հանգիստ թռչովանի։ Հասկացաք հետյատ։ Այո։ Հետաքրքրեցես։ Այո։ Ման դար Իրան وقتی قصه تموم میشه بچه ها میگن که قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. شما میتونید تو بگید؟ قصه ما به سر رسید، از این که مر حکمت آوردت، کلاغ به خونه خود نرسید. ایس اقرب ایر دور رو چه حساد. ایس بسی می آساد سواز گابر برزگزدانو می رانو. یه فر میگین همار حکمت انفرزو. Վերջում երեխաները ադնաց։ Բա, դեսեի ման բսար ասին։ Հիմա դու բոլորը ասին։ Դեսեի ման։ Նե, նմխամ դու գիտ ասին։ Դեսեի ման բսար ասին, کلاغه به خونش نرسید. حالا میتونم دست بزنم من خوندم خسته شدم. هیما قراره کتفرهاره. اما قصه دوم رو من برای شما بگم. ببینید این کلیله و دمنه است. کتاب خیلی قشنگی است. ما اگر فرصت کنیم یا بتونیم
اون کتابی که مجموعش اینه، جلد اون نشون بدید، مجموعش اینطور شده، بتونیم بخونیم، قصه های خیلی قشنگی داره. این کتاب کلن درنه یه قصه دیگه داره که من اون قصه رو برای شما میخونم. این هم قصه زیبایی است. شما میخونیش نوریز رجا نوین کلیله یه درنه بر چیز گذارتن ایما برون سابتون یه سایی هدکشی شکر خب با کارم بله؟ نه چیز گرمه یه دور نه وسطش هم میدونم خب بعد ما بریم سراغ این داستان زیبای دوم ما که میخوام براتون این داستان تعریف کنم. یکی از داستانایی هستش که به اسم کلیله و دمنه هست. به اسم کلیله و دمنه کلون بودن همون درمنی میشه فاقال میگه شابه درست شد؟ در روزگار قدیم مرد بازرگانی بود که برای تجارت به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کرد. این جوان هفته رو می‌بازرگان می‌بینیم. ایس بازرگان یه غیر تیرانسلو عرف دوله را. بله. در یکی از این سفرها دو گاو را برای فروش با خودش برد. یکی از این دو گاو شنبزه بود. شنزبه بود و دیگری نندبه بود. شنزبه و نندبه جنبورت چونه ایت میگی جمعنه پیده یه گو گو بدانون بردبه بود گو بریت میگی آنون شنزبه یه میوزه منزبه همانطور که میرفتن در راهشان باطلاقی پیدا شد. پای شنزبه در باستا برو رد بوره مجانه بر این تفکم شنزبه بود که جایی چی مجانه من این گاور نشون شما بدانم. ببینید اینجا شنزبه بود درست شد؟ اینم نندبه بود درست شد؟ این دوتا گاو بعد همینطور که میرفتن پای یکی از این گاوا رفت توی باستا. حالا بازرگان با هر زحمتی که بود او را از باطلاق بیرون آورد ولی گاو بیچاره زخمی شده بود و دیگر توان راه رفتن نداشت. مرد روستایی از آنجا میگذشت. بازرگان مقداری پول به او داد و گفت که از شنزبه نگهداری کند تا خوب شود. بعد که حالش خوب شد گاو را به شهر نزد او ببرد. جنبالی دورم ایچ بسازی چینک ات شرزرگی بود که چه ایچ نمیدونی بجارنگا کنیز دشبرد چند نجرچی ترانومه بایچ خیرچ گوه بول افتن بیرا بولی جنبال شرونگی روش چونی بجارنگا نستید بجارد گوه میدو منسنو ویدیو غرسو میکیچ گومار جالیست یه خندرو بول گوهیم بایی خنامی هدو یه لبنه کواب بگیریم یوغازین همه زنیمه، میان با خوش کنامومه گوبی، باید عرب کنمه، شنزده ایت توکمه کبه، کبه دیگه، اوغیر بجرگانی مود، تد گوبه سات گلیم، سوده خوزوچه، اینو مصومه گوبه سات گلیم. بله، مرد قبول کرد، یک روز پیشش شنزده بماند و از اون نگهداری کرد، ولی زود خسته شد. گاو را رها کرد و نزد بازرگان در شهر رفت و گفت که گاوت مرده. اما شنزبه بعد از مدتی حالش خوب شد، از جا بلند شد و به دنبال چراغگاه درام افتاد. رفت و رفت تا به چراغگاه به چمنزار خوشابه و سبزی رسید. با خوشحالی در اونجا مشغول چرا شد. روزها یکی پس از دیگری میگذشت به شنزبه که از علفهای شیرین و آب گوارای چمنزار استفاده میکرد روز به روز سرحالتر میشد. روزی همانطور که گردش میکرد و مناظر زیبا را میدید از فرط خوشحالی شروع کرد به
ماما گفتن، شروع کرد گفت ماما. بعد در نزدیکی چمنزار شیری حکومت میکرد و حیوانات زیادی از او فرمان برداری میکردن. شیر جوان و پرقدرت یک عمر بود که اونجا حکومت میکرد، ولی تا حالا صدای گاو و گاو ندیده بود. وقتی صدای ماما گاو رو شنید، شیر ترسید، خیلی ترسید. اینجا رو بخونم. Մեր ժամանակած այդ շանաս շանա սպե կազդուրվում է։ Տեղից վեր է գնում ճանապարհը։ Արուտավայրը դրսում, գնում մինչ մի գեղեցիկ ուրանած Մարգարետին է հասնում։ Սկսում է ուրախ հարացել։ Մարգարետի ագահ ու յութալի կոտերով և կարծարան ջրերով սնվող շանաթեն շատ առաջ առողջանում է, ամրանում է։ Մի օր երբ մի ժամարման էր գալիս և շնձակա երեցին բնության պիանում, ագամա բարձրացայն բարաչում է։ Այդ կողմերում մի արյուծ էր ապրում։ Բոլոր կենդանիները նրան էին նպատակում։ Երիտասարդ և ուժեղ արյուծը դերտով չէր տեսել և ոչ էլ բարաչի ձայն տեսել։ Հենց կողի բարաչը ականջին է հասնում, զարհուրում է ու սկսում ինքն իրեն մտածել. Եթե այս կենդանու ձայնը այնքան հզոր ու արգու, ուրեմն հաստատ նաև խոշոր մարմին ունենա և ահրելի ուժ ունենա։ Թե և մյուս կենդանիների ներկայությամբ արյուծն իր վաղը հակցնում է շարնազբել բառաչը, սակայն ամեն անգամ սարսափեցնում է նրան, վաղից արյուծն այլևս որսի դուրս չի գալիս, ոչ էլ շրջում է իր տիրություններում։ Արյուծի հպատակների մեջ երկու շնագայն են լինում, կերիրեն ու դեմն են։ Հա, շնագայն է ուրեմը շատյավուխ, հա, այդպես կարկաց։ Կալիլեն խելացի էր ու զգուշավոր, որ եվ է գործ ձերնակելուց առաջ երկար խորում է դրանք հնարավոր հետևանքների մասին, ու շիպ ու խելոք էր նաև դիմնան։ Սակայն միևնույն ժամանակ հարասեր ու ակա իշխանության հասնելու համար ամեն ինչի ընդունակ։ Օրերից մի օր با خودش گفت موجودی که صداش به این بلندی باشه حتما خودش هم خیلی قوی و نیرومنده. البته شیر در حضور حیوانات دیگر ظاهر خود را حفظ میکرد، اما هر وقت شنزبه صدا میکرد به وحشت میفتاد و این ترس اونقدر بود که او رو از شکار و حرکت در قلمرو خودش باز داشته. در میان حیوانات که زیر دست این شیر بودن دو تا شمار بود به نام این کلیله بود کلیله با احتیاط عاقل بود تا قبل از انجام هر کاری خوب فکر میکرد و عاقبت او رو در نظر میگرفت. دنده با اینکه هوش زیادی داشت اما جاه طلب و حریص بود و برای رسیدن به قدرت حاضر بود هر کاری رو انجام بده. روزی دمنه به کلیله گفتش که مدتی است که شیر را مثل سابق قوی و سرحال میبینم. شیر افتاده حال شده است که رو دیگه است که تحصیم بارد برو به علت کسالتش رو سوال کن. بعد گفتش برم علت کسالتش رو سوال کنم. کلیله گفت دوست عزیز، کار پادشاهان به خودشون مربوطه، ما داریم به راحتی زیر سایه شیر زندگی میکنیم، نیازی نداریم که از این بیشتر به اون نزدیک بشیم. بدان که نزدیک شدن به پادشاهان دردسر و خطر زیادی داده. دنگه گفت هر کس از خطر فرار کند به بزرگی نمیرسد، من مدت هاست به دنبال راهی هستم که خود را به شیر نزدیک کنم و حال که ترس و وحشت به وجود او راه یافته شاید بتوانم با عقل و فکر خودم کمکش کنم و به این ترتیب پیش او عزیز شوند. کلیله گفت هر چقدر رفتن تو پیش شیر مخالفم، هر چند بار رفتن تو پیش شیر مخالفم، ولی امیدوارم که موفق باشی. برو تا اینجا. اولریت میور دمنان دیمون ای کلیلهی ماسون آهدین جامنه که اینچ آرژوت نزا آراجفا پس آروی بود که سورب چی
ուզում են մոդենան հարց ու գործ արել, դկարության պատճառը իմանալ, Քյալիլան պատասխանում է. Սիրելի ինքեր թագավորական կողսերը թագավորներին թող։ Արդյունքի շուտի տակ մենք խաղաղ ու հանգիստ ապրում են, և նրան ավելի մոտ ու մտերիմ լինելու կարիքը բոլորովին չունեն։ Հիշիր մեծ գրխացավանքներով և մտանքներով են հղի թագավորների հետ մերձանալու ու նրանց հետ մտերություն անելու։ Մտանքներից ու դժվարություններից խուսափողը երբեք բարձր դիրքի ու պատվի չի արժանանա, ասում է Դիննան։ Ես վաղուց էի Արյունցի հետ մտերմանալու ճանապարհի, ճանապարհը փնտրելու։ Հիմա երբ սարսափը սողոսկրել է նրա սիրտը և վախեցած է թերևս կարողանա իմ խելք ու շնորհքով նրան օգնել և ուշադրությունն ու համակրանքը արժանանալ։ Քյալիլան պատասխանում է, թեև համամիտ չեմ, այնուամենայնիվ քեզ հաջողություն եմ ապրում։ خب، بچه ها اینجا نگاه کنید. اینجا. اینجا دمنه نزد شیر داره. این دمنه از درست رفت میشه شیر. رفت و سلام کرد. اینو بگیم. او رفت ندر زسویت دوید. تیه دیمنان به نوم عرضی بود. یه کنانه بر بخشون رو برم. سویت دوید برم ساده شیر از اطرافیان خود پرسید که این چیست؟ گفتن این شوهر پسر شوهر آرژانس مرزاورنریت هرسوم به ته او ده اید گرد دانیم با تسخانوم این ایس اینچ نه این اینچی بردیم گفتش که شیر گفتش که بله من اینو میشناسم پدرش رو میشناسم سپس دمنه را نزد خود دعوت کرد و از او احوال پرسی نمود آیو مورو جانم چومه آسونه آرژانس یه دیمنایی گلپیسوسیونو هتر شکرگو دمنم بهش گفتش که زیر سایه شما روزگار را میگذرانم و منتظر فرصتی هستم تا شاید بتوانم خدمتی برای تان انجام دهم. این من یک پتاس خانمه خوست بریتا خاقا قبیمه یه هرمار پانین پانینم هتامود یقه ته یک گگارومانم کس بول یه بزاداری چون گفتش که آقای شیر، جناب سلطان، هرچند که نزد شما شناخته شده نیستم، اما بدانید که عاقلان حتی چوب خشک را هم دور نمی اندازند، چرا که می توانند از آن خلالی بسازند و گوش خود را بخارانند و پاک کنند. او تیب می جلوز خوشد و چند چه مجالاته؟ سکن زر بردار بایدار بچون. ایده چیل بر ایمازمون نرم، انشان می چوپید، անգամ չեն հրաժարվում, մտածելով գուցե ականջ կորելու համար մի օր պետք կգա, ինձ ծառայության վերցրու և համոզված եղի, որ մեծ օգուտ կստանա։ پس مرا برای خدمتکاری خود قبول کنید و بدانید که نفع زیادی برای تان خواهم. اینو که گفت شیر خیلی این خوش صحبتی دمنه گوش تأثیر بود و اون رو پسندید و او را در میان خدمتکاران خود جای داد. از آن به بعد دمنه با چرب زبانی روز به روز به شیر نزدیکتر می شد و اعتماد او رو بیشتر به خودش جلب می کرد. آرزوین دور گلش دمنه گرتی پستره یه نرم یه منتظرالتر برسون ایش شوگو یه شوگرد لزوی شنوری Դիմնան շատ արագ մտերմանում է Արյունցի հետ և նրա վստահության արժանանում։ Մի օր… Ռուզի շիրբը դիր که تنها یه جایی نشسته، گوشه نشسته، فکر فرو رفته و یه فرصت مناسبی رو پیدا کرد، خودش رو نزدیک شیر رسوند، گفت جناب شیر، من فکر میکنم که شما نگران هستید، مدتی هستش که شما شاد نیستید و شکار رو از دست دادید. همش هم یه گوشه نشستید و ساکتید. علتش چی؟ میاد به فرجوز میعینت میانجونش کشوه اومد گری میچ خور از روز و مدازومه دیمنان با عریت باز چطوره مدتر نران او هرچ رد
ձեր ողորմածություն, նկատել եմ առաջվա պես զմարդ ու աշխույս չես, ինչն է քո մտահոգության պատճառը, Արյուծը իհարկե չէր ուզում, որ դիպլան իմանա իր վարքի մասին, բայց հենց այդ պահի լսվում է Շաննա Զբեի սարսափահար բառաճը, ակամա իրեն մատնած Արյուծն ասում է. شیر میخواست که یه جوری این دمنه نفهمه که میترسه، اما همینطور که خودش داشت نگه میداشت، مثلا گفتش که من شیر مختلفی هستم، اینها باز صدای شنزبه اومد، صدای اون گاوه اومد. وقتی صدای گاوه اومد، شیر شروع که به ترسیدن گفتش که همه علت ناراحتی من همین صدای این گاو هستش، این صدای ترسناک هستش که داره میاد. آی زنده بوری رد وقت سونه از که زنده دیده که آیا تا به حال اونو دیدی؟ آقای شیر شما تا حالا اونو دیدی؟ دمنه همسرت آی کنتانم گونه دسته بس؟ شیر گفتش نه بچ بابست دمنه گفتش که بابا صدای بلند در این قدرت نیست، تبل رو که دیدید که چه آواز بلندی داره، ولی او خالیه و تنها هنرش همون صدای بلند میشه. حالا اگر اجازه بدید من نزد صاحب این صدا میرم، شما را از حقیقت حال او با خبر بکنم. شیر پیشنهاد دمنه رو پذیرفت و به او اجازه داد که بره پیش شمزاده. بودم این قضور زنده شیر رو چند شد چه اصفت رفت پیش شنزبه، همون گاوه است. رفت پیش گاوه، وقتی پیش گاوه رسید، تا گاوه دیدش، گفتش که، یعنی شنزبه تا اینو دید، شده که به ماما کردن، از اون طرف شغال هم تا حالا گاوه ندیده بود، هیکل بزرگ شنزبه که علف خورده بود، هیکلش بزرگ شده بود، هیکل بزرگ شنزبه رو که دید، گفتش که یه مقدار ترسید، گفت برگردم، بلان. اما این کار رو نکرد، با شجاعت رفت جلو، وقتی که شنزبه دیدش گفت که من خیلی اینجا منتظر یه همزبان بودم باهاش صحبت کنم و چه خوب شد که این شغال اومد با من شروع کنه صحبت کردن. شغال که رفت پیشش، دمنه همون شغاله بهش گفتش که چرا تا حالا به پابوسی جناب شیر نیومدی؟ گاوم گفت این شیر چه موجودیه؟ دمنه گفت اون سلطان حیوانات است و در این اطراف همه از اون اطاعت میکنند. گاوه تا نام سلطان شنید ترسید و به دمنه گفت اگر قول بدی که اون آزاری به من نرسونه و اون خش به من نگیره، منم میام پیش کی؟ سلطان جنگل، همون شیر. و دمنه هم قول داد که هر دو رو، یعنی خودش به شنزبه رو ببره پیش شیر. اونه شیر گاوو که دید خیالش آسوده شد، دیگه ترسش دید، این صدای خیلی نهی، این صدای گاوه است، چقدر هم گاوه خوبیه، شنزبه
نشست کنارشون داستان اینی که اومده تو این چمنزار و اینا چه اتفاقی افتاده برای شیر تعریف کرد. شد خدمتگزار شیر. شیرم دیگه خیلی احترام گذاشت این شنزبه به همین گاو و این گاو شد یکی از سرداران سپاه شیر و از نزدیکان شیر. وقتی دیگه دید که شیر تا چه حد گاو رو به خود نزدیک کرده و علاقه مندوم شده چی شد؟ دمنه شروع کرد به حسودی کردن کار بدی که بعضی از آدمان نسبت به اون دارن. شروع که به حسودی کردن به شمزده دارن بوده به نبیم زده از کوبین دستونه سیدو درمنده سیرو بوده رو چمتیم اول بده یا بو از سیالو پیدا چکلو بو به بوده رو شیده شنازبه درخوب نانسان زفادون هاریده تو گارو از هایس مرکلیت نمنام یلیم گوبان دا گابلیل آسون هاریده شنازبه آرچیش نورا گالیچون هاریده یه بروشون بود آنسنا آنسان ریلو چانو سیلو کزارایی آرچ خوکو خوشبوک در یه بسابوک چوبین چرچ هرتاکاری بیباخه وستی مزابس هرگوه و مزارو مرکوبین Իսկ երբ ավելի մոտիկից է ճանաչում, հիանում է ձրավել։ Շուտով արյուս մայնքարը մտերմանում շանած դեի հետ, որ արդեն նրան է վստահում իր հոգու ամենախոր գարտիքները։ Եվ կովը դառնում է արքայի ամենասիրելի ու ամենամտերիմ ուսինագիծ։ Երբ Դիմնե այս ամենը տեսնում է, քունն ու հանդիսը կորցնում է հոգու հոգին վրձախալքին խանդի ու նախանցի կրակը, գնում է ընջերոջը Քալիլայի մոտ և դժգովում, ուրեմն նախանց կնոսում, հասուդի։ Հոլասե դաստան, դրամի դաստան این هستش که اومد این دمنه رفت پیش رفیقش کلیله گفتش که ببین کلیله چه بدبختی نصیب ما شد ما برداشتیم این گاو رو خود هم به دست خودم برداشتم بردم پیش شیر حالا شیر علاقه من شده کلی داره با این گاوه رفیق شده و کلی هم سمت به این گاوه داده و من دارم اینجا میسوزم که خودم مسبب این کار شدم دسته کس میشه دسته یس این کس گوین داره آرزی مود یه این کس پاچار درسه بردران که اتکر مرز یه بوجه مدر میتون کلیلم بهش گفتش که کلیلم بهش گفت من گفتم به این سراغ پادشاه ها نرو کلیله به لسوم یسه لسوم چیز هستی میگنم میگیر تا کبول بشین زندگی تو بکن بعد بشین زندگی تو بکن اما تو حرف من رو گوش نکن یه دوید چلو سرچی دمنه گفت من این چیزا سرم نمیشه من باید برم و یه جوری جلوی چشم شیر این گاو رو از اون عزیزی و از اون مقام که داره بنویسم. یه سترنه نسمه یه هیچ گناه بوله غله میده گناه مادوزی مود یه عرزی مود از نرا اچکیت باش کنسه باش کنسه کنسه چه بایلیه اولین کاری هم که کرد یه چند روز پیش شیر نرفت ناراحت تو خونه نشست یه براچین برن برن میکنی رو چه گنات پیش دیسوسیان عدیتی منات ایش بعد با عصبانیت در پیش شیر شیر وقتی اینو دید با این حالت منشون گفت چند روز است که تو رو ندیدم آیا مشکلی پیش اومده که حالا اینطوری پریشان اومدی پیش من؟ اگه عدیت یه پسنو مدرده کم خاطر باز اصول مکانی اون رو اینجا چه زده؟ این چه بدایی کس بردو اینجا بود رسید؟ گفت بله قربان یه خبری دارم میترسم شنیدن شما رو ناراحت کنید نه بیاز من میلور میدیدم بود گرسو من بردو شده شد کردم شیرم گفت که ما تو رو یک شغال عاقل میدونیم حتما اون خبرت خیلی مهمه برای ما بگو عریض نقبت از خانم من مهکز از ما بردست شاد هایتنی شادال جانانچون ام پایمان کلور ارشک ارشک بیدیونه نه اصد اسمم هیچ بیده اصیز بچه ها میدونید دمنه چی بود؟ یکی ده گیچ از اسمم به
بگم یعنی که ما نمیدونیم بگم یعنی که همینجا تموم میشه. بله دمره به شیر گفت شنزبه با سرام سپاه اون گاوه با سرام سپاه هم دست شده و میخواد تو رو از سلطانی بندازه. گوره من اصومه بر شنزبه گرزکتوم آتن مد بانگیه یکیس کلگهیت بزومت از میده شنزبه گفته که من شیر رو زیر نظر گرفتم میبینم شیر هیچ گرزه ای نداره هیچ کاری نمیده یه شنزبه نادش آسومه یز بشنومه مازمه بار عبیوزه گوچ بیوششونی یه گوچ اینجانه چی کاره نه زور سیاده نه عبیوش گوچه خیلی خوب دمنه گفتش که قربان قراره که شنزبه توی فرصت مناسب بیاد و شما رو بکشه و بر جای شما بشینه هنس اسمه لب آلی تو بزن شنزبه بیدگاه کس باقی از دمنه نه قبول تو مزگان بکجه باقی آلی تو هنس برگا بیدی کس از درسپانی این کنستی کل گرد شما اشتباه کردید اون اعتماد کردید دوست خربله کردن اشتباه کردید و بزرگش کردید دو تک نرمت از بعد بعد شیر همینطور ناراحت شده بود اینطور یه بیافه شیر نگاه کنید یه بهتر شد از روم عبیوزه هم ناراحت هم متعجب از این کار با بعد گفتش که من تا به حال جز خوبی از این گاف چیزی دیگه ندیدم میترجم اسمه یه سلامتونیت بطری از گولیت بان چه ایتسه شد از آرمان سگرده چطوری میتونم حرفایی تو رو قبول کنم؟ چه بسی اسمتونم که ازاد دمنه گفت همین اعتماد شما اعتماد بیش از حد شما منجر شده که تا این گاف گستاخ میشه و فکر خیانت بود هنچه از دیگه ستاوتون هست به بچه درده بورد گوه ایت بانکه ایت آره اینقدر گفت 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 تا شیر که قبول نمی کرد همون حرفای دمنه رو مجبور شد قبول کنه یعنی تو بکش این کار ناسیت میچه عبیوت گفتش که حالا جناب شیر وقتی شمزده اومد پیش شما حالا تو رفتارش دقت کنید ببینید رفتارش چجوریه ببینید با عقل نگاهتون میکنه با خیلی عصبانیت داره نگاهتون میکنه دلیس از مدود نایه ایچ بر کنید زیر ببینید همش بروبر شما رو داره نگاه کنید یه جایی پیدا کنید بیاد شما رو سریع بکشید نه شیرم گفتش که اگر این نشانه ها رو دیدم از این شنزبه از این گاف به اون اجازه زنده موندن نخواهم داد زود می کشم هنس بولی است دست نمازم افتن آلیوز نسو هنس بولی است را به چار باش دست نه آن می جابس نسمانه کنم حالا مرحله دوم نقشه این دمنه شروع شد مرحله دوم من دمنن یک رو پلانم، یک رو زرگیز نگازمیم ایچ کارو هم رفت سراغ شنزبه ایما دنت شنزبه ایمه رفت شنزبه که از دیدن دمنه خوشحال شده بود شنزبه که از دیدن نه این دسته لبنان شده بودم گوه خوشحال شده بود گفتش که دوست عزیزم چند وقت تو رو ندیدم بیرکر جمانه که چک دست بعد دمنه بهش گفته که چند روز من مریضم تو بیرون بستر بیرون ایمان دمنه بعد ناراحت هستم ایمان نیست گفت چرا ناراحتی؟ شنزبه به دمنه گفته چرا ناراحتی؟ ناراحتی برای چیه؟ چرا سمونه نیست؟ گفت نهاست دلنه گفت به خاطر تو شنزم که با جمعه مسکرانه این عین زندگیه
زندگی ماست. بعد شنزبه با تعجب گفتش که اما من که خوب و خوش و سالم هستم. شنزبه نسمه اسلاو ما روک چه توی چه سالم نیستیم؟ درنه یه نفسی کشید ولی هیچی نگفت اینطوری درنه میشه چه آبی روشش هست ساکت شد لرد. بعد شنزبه خیلی تعجب کرد، کنجکاو شد باز بپرسه علتش چیه؟ چرا این ساکت شده؟ شنزبه میمان از رومه دلیچو در آرد چی بازم؟ گفت مثل اینکه چیزی میخواهی بگیم آره؟ گازیس از ما ریبان سوزنوازی زده من به خیرخواهی و دوستی تو ایمان دارم. یه سوازون هم کار گرفتشم میگیرم طبقه میزنم. حرفتو بزن. من نیست اصلا این چه سوزون. دمنه گفتش که یکی از نزدیکان شیر، بچه ها ببینید چه نقشه کشیده بود. گفتش یکی از نزدیکان شیر به من خبر داده که روزی سلطان در میان صحبت به او گفته این شنزبه خیلی چاق و سرحال شده. ما هم که نیاز چندانی به اون نداریم. خوب است با گوشتمون یک مهمونی مفصلی راه بندازیم همه دوستان آشنامون دارد. نوید بانی رو لیمون یه رخانه رسوم گوهین از مارو زنسا و اسکوم شادا چاپا سه لابا کنگی را بسته ایده میلاب کچوی کازمانه بین دیرا مرته یه بوده. بعد دمنه گفت من به خاطر اینکه تو رو دوست دارم شنزبه دارم اینو به هم خبر میدم. از مانچه شادم سیلوم دراما شاید شنزبه تحجب کرد بابا خود من کار بدی نکردم. گفت نهی مزر من مزمان خیز من فرد چه ماله عروس این چی بدید من خیانتی نکردم. یست چه توجه چطور قرار شیری همچی کاری رو با من بکنی؟ خوش بس کاری بعد دمینه اینجا رفت کنارش قرار گرفت و دوست من خیلی خوش خیال شاد از من تره هوا رسی خبر نداری چی شده؟ چه سیمانی کرده؟ گفتش که از همه خوبی هایی که با تو کرده به خاطر این بوده که از همه خوبی هایی که شیر با تو کرده به خاطر این تو چاق چرده بشی و تو رو اصلا برای مهمونی آماده کنی. اسمان از ما نیست و لما نیه اصلا تو رو برای مهمونی نگه داشته این همه باهی لگه چنان جامان اقلاب نهیل برمورتی بودی این رسول اما حرفی به تو الان که رفتی پیش شیر شما حرکات شیر رو ببین ما اسما بودی نه بعد حرفای منو قبول می کنی یه دو میتونی ببین چطوری دومش رو تکون میده بسیج بسن با چه شرشو با خشم به تو نگاه می کنی بسیج بعد اکیز نه که انگار میخواد فوری تو رو بخوره شمزبه گفتش که آره اگر این علامت ها رو من دیدم بدون که از خودم دفاع میکنم و با شیر میجنگم دقیقی آسفه یه ته یه ست شمه رو مدادتی عدیتی مد یه ما بادر از میگانسنه عدیتی هد یه بادر از میگانسنه اینجا دمنه رفت پیش کلیده دوستش همه ماجره ها رو براش تعریف کرد این اتفاقات رو بود کده برم ازامن این چه باید اما کلیده کلیده دوستش کرد به کلیده همه این داستان ها رو تعریف کرد کلیده بهش گفت بابا این کار رو نکن جلوی این جنگ رو بگیر تا قبل از اینکه خونی ریخته بشه جلوی این اتفاق رو بگیر کلیده نصفا میاره از من دو از من گمخیر سر تو داری بین شیر و شنزبه رو داری به هم میزنی پس این کار رو نکن سر کن دوستی براشون بیاری دو اشخدیر اون گروتون یه همه لشبتون عدد چند سوه عبیوتی یه گوهی میچه خب بعد بهش گفتش که حالا که دیده به دمنه گفت حالا را بیفت بریم پیش شیر ببینیم خونه شیر چه خبره؟ تو لانه شیر چه خبره؟ کلیل نسمده علی دینام عروضی مود دستن کس رو بینه در این چه خبره؟ بچه ها وقتی به لانه شیر رسیدن هنس نسان عروضی
مود دیدم در همون لحظه گاو وارد دانه شیر شد. در حالی که وحشت کرده بود از جونش میترسید یه نگاهی به اون بر میکرد. تا شیر اینو دید گفتش که همون حرفی که دنده به من زد. این داره دنبال این در اونبر نگاه میکنه که تا جایی که میتونه مثلا این جایی رو پیدا بکنه بیاد منو بکشه. İskoy nerede hişim edemeyi koska burası mı? Esko ben kom kınayı. Asma abim zaset sana esko ben kom anayım. Zamanla galetli mi gayn sıfanı? Ben bulan şut ki ya hamle konu bir tarafı esko. Yefer katsa bur harçak bir kovi bırak. آبم گفت ببین چه شیر میخواد من رو اصلا بخوره. پیداست همون حرفایی که دمده میزد. گفت رنسما چیش دستما عبیل زهنس ایتلسا روزی من حرزتیه بیزد. بالاخره لحظه ای که دمده مدت ها منتظر اون بود فرا رسید. شیر و گاو وارد جنگ خونی میشدن. یه باید بیسا بوره من دمده ای اوزاز یه غد یه عبیل زنو گاو انسان پادرست. بچه ها اینجا بود که شیر کار گاو زبون بسته رو ساخت و اون رو کشت. شنزبه زیر دندونه های شیر و پنجه های شیر طاقت نیاورد و کشته شد. چه کار بسته بیمان شنیده که خیلی ناراحت شده بود به دمنه گفتش که خیال نکنی که موفق شدی. یک روزی همین خون به ناهر ریخته دامنت رو میگیره. کلیله گفت بله کلیله نیست دمنه که خیلی خوشحال بود گفت دوست من این چه حرف داری میزنی؟ الان وقت خوشیه، وقت شادیه، من موفق شدم. دمنه دورا خانومه از دوست با بودم برد. این چه زاسم از من؟ این ما من الله دورا پنچه جمانه. کلیله چیزی نگفت و به نام بردی رفت. کلیله بود چیز تاسه سودی برد. چند روزی گذشت بچه ها. شیر یه ذره آرومتر شد. بعد وقتی حالت عادی پیدا کرد گفت ای خاک بسرم چه کاری کردم؟ چرا من شنزبه رو کشتم؟ هی شروع که به آه کشیدن و برای شنزبه که دوستش داشت گریه کردم. یه شب پلنگ که از دوستان شیر بود اومد کنار شیر. این پلنگ رو بچه بعد دوست نمیار بود آجیزی که نریزه بیار درامات یوره گردیست. گفتش که چون دید خیلی شیر دلتنگه و اینها تا دیر وقت تا نصف شب کنارش بود. گروه پدر آجیز شد هم درامات دیده کلی با هم صحبت کردن با شیر. بله شیر از غم و اندوه کشتن شنزبه بود، کشتن گاوه. نزدیکای صبح بود که پلنگ شیر رو ترک کرد و به سوی لانه خود رفت. همینطور که داشت میرم از کنار خونه کلیله و دمنه رد شد. دید دارن اونا با هم صحبت میکنن. کلیله به دمنه میگه دروغایی که در بایه شنزبه به شیر گفتی باعث شد تا خونمون بریزه. یه باید خوزم سیتون نلیسون بر کلیله دمنه این اسمت کسی دری بچه رو به خواهر گوهی هرون رو تبزید. بالاخره شیر میفهمه که تو چه آدم بدی هستی، ازت انتقام بگیر. برچه
հատկապես ասում է, առյուծը դհասկանա դրիցեզ այդ եւ իր բրեժը կլուծիք ես دیمنر میگفتش که اون چیزی که اتفاق افتاده که نمیتونی تغییر بدی، اتفاق بوده تمام شده. دیمنر لازمه یه غاز رو چه کار رو ولی منم خوشحالم که شنزبه رو شیر کش. پتی سراخ هم کش. و این حسادت من بود که منجر به این شد. این نخانس مر. همه رو پلنگ شدید. اتفالور اوبر دسه، اوبر دلتاس روز بعد رفت پیش مادر شیر که زن باهوش و مهربان بود. گفتش یه خبر مهمی دارم برات، میخوام بهت بگم. ولی میترسم که اونا رو مستقیم به شیر بگم. اگر به من اطمینان کنید، من به شما میدم. و راز منو نگه دارید. مادر شیر قول داد که رازدار باشه. پلنگ داستان گفتگوی کلیده و دمنه رو تعریف کرد برای مادر شیر. مادر شیرم رفتش پیش شیر، دید که پسرش خیلی غمگین و ناراحته. ما این نگه شیر گفت من شبا خواب شنزبه رو میبینم مثل یک کابوسه. احساس میکنم بیگناه این گاو رو من کشتم. آره مادر شیرم گفت آره مادر جون راست میگی، راست میگی. دلت بهت هیچ موقع دروغ نمیگه. شنزبه واقعا بیگناه بود و از دست حسودا و بدخواهان بود که تو این گناه رو مرتکب شدی. بعد شیر گفت از کجا مطمئنی داری این حرف رو میزنی مادر؟ اون حرف مادر گفتش که یکی از نزدیکانم اومده به من اینو گفته و به من گفته که جایی بازگو نکن. بعد شیر گفتش که اگر حقیقت آشکار نشه مادر، اگر این حرفا رو به من نزنی بعد آن و فکرگران ناشناخته باقی میمونن و همین کوتاه رو ادامه میدن. این آره داستان رو برای من تعریف کن چی شده؟ علت این کاری که من کردم چی بوده؟ بعد مادر گفتش که من اجازه ندارم، اجازه بده برم پیشش ازش اجازه بگیرم که این حرف رو بزنم بعد بیام به شما بگیرم. بعد مادر رفت پیش پلنگ گفتش که ببین اگر ما من نگم برای شیر چه اتفاقی افتاده که دمنه علت این کار بوده، حسادت دمنه علت این کار بوده، شیر میگه که این فتنه‌گران معلوم نمیشن، به جزای خودشون نمیرسن. بذار من بگم به شیر. بله خلنگ گفتش که باشه بگو اگر قرار حکومت شیر یه موقع دچار مشکل بشه بگو داستان رو، بگو چی بوده. خاله توی دبیت اساس بگو همه این کارا زیر سر دمنه انجام شده. از گلور دمنه نهاره را پچار رو باید و من هم اینا رو شنیدم. آقا مادرش رفت پیش شیر و به شیر داستان این باشه. آیا شاهدی هم برای گفته‌های خودت داری؟ یه سنس من چه ای کارسون دفنه ناسون
որ նավարար կպատիս պետք է, պացրով պետք է վարձադրվի, իսկ դու ասմա ինչ-որ պասպունես, որ ես եմ ադրի եմ ավոր։ مادر شیر گفتش که بله، یکی از نزدیکای پسرم اومده گفتگوی مخفیانه و سرد مخفیانه تو رو شنیده رو با هم شنیده. نه این اسمه آیو، پس دونه کوی جلیده خوزکتونه مز مدیگ مرد لسله. آره، و حتی اگه لازم باشه میام اینو بازگو میکنم. یه فکلینی نه الگگا استر یه دادو بازهای. گمنم گفت هیچ قاضی با یه دونه شاعر کسی رو مجرم نمیشناسه. یه واسه میاد بگایم وچ میداد آور چی کارو برم آیا یه شاهد دیگه داری یا فقط همون؟ نیست بگایم نگذم اینجا بود که همه ساکت شده هستن. استر بلو رو نمیدیم. آره شیر دستور داد که دمنه رو به زندان ببرن تا بیشتر در این مورد تحقیق کنه. بوله من میرن به این کافه مادر بومن بول اولی اوزر هدکش کروی به این ماسی از آرزنان از مادر بگرد. وقتی که به زندان رفت کلیله رفت به دیدن کلیله دیناز به زنسوسیان بزنی گفتش که گفتش که حالا دیدی که این کار به کجا رسید من چقدر نصیحتت کردم اینقدر بدی نکن دستون اساس ما گرفتون نصب یه سیز فلاتون ای بارس دمنه گفت برو بابا من میدونم شیر یه دونه شاهد بیشتر نداره یه ساس ما بعد نمیتونه منو متهم کنه چون با یک شاعر نمیتونه منو متهم حالا میبینی که من به زودی از زندون بیرون میام و جای شنزبه رو میگیرم یه شدو از ما روز کدام فرد برمتونید یه گلیرابه به بالاخره تونستم با حسودی شنزبه رو کار کنم که شیر شنزبه رو بکشه یه بیز از ما این نخانزو کاروانسا امپریز نصابوله و عروض سپانس افت کنید بچه ها، یه سگی اونجا تو زندان بود زندان بغلی صدای اینا رو شنید میشونی گوره من گفتی بانگون میسه نه اون نایقه خچه گفت یه سنانس خوزکسیسون لسه کلیله کلیله اون شب تو بارون شدید به خونه برگشت و مرد دوست دنیم اما صبح دادگاهی تشکیل شد شلیلی دونه من از روی تکیل شد اندر سر کنم عربوت داد و داد از داد بعد بعد دمنه موقع محاکمه به قاضی گفت من به جناب شیر جز حقیقت چیزی دیگه نگفتم نمیدونم شاهد شما چیست دمنه نسما یز میان جیش نمازه لفتیم چنیدم زیر بگم نمیده ولی هر کی هست با من بده از من بده شما این تشنا بعد قاضی رو به همه کرد گفتش که آیا به غیر از پلنگ شخص دیگری هم هستش که در باره خیانت دمنه بگه تبریز بچی از ما هیلی میک بگرگا بول سپسته بیده و جمعیشون رو کارو در بازو اینجا بود که یکی از نگهبانان زندان گفت بله سگی که همسایه زندان دمنه بوده دیشب شنیده که دمنه چی به کلیله گفته؟ آره بعد نگهبان سریع رفت اونجا و سگ را آورد شان بیرتی گربس آره دادگاه و گناهکار بودن دمنه معلوم شد دمنه اونجا سرش رو زیر انداخت و گفت کلیله عزیز کاش نصیحت های تو رو گوش کرده بودم استر آفن دمنه پشمانومه یه پشمانسیان زمانه قسمه یه نانی لسه ای کلیله کخوز گرده حالا هنگام مجازات منه ما یه این پاتشی زمانه دیم پاتشی سپیفی کرده هر کس تخم فتنه و شر بکاره جز پشیمانی درو نمی کنه او بر بر چلوچون سمین پشمانوچون کنید قاضی گفتش که کلیله
شنیده به خاطر ندونم کاریای تو بدکاریای تو از غصه دف کرد و مرد. اون دیگه تو این دنیا نیست که صدای تو رو بشنوه. سلطان همین سلطوم دمنهی عرض چرا گفتتون آره. بعد دمنه خیلی ناراحت شد اونجا شروع که به گریه کردن. شیرم دستور داد که این خیانتگر فتنگر رو به درخت بزرگی ببندن و اینقدر به اون آب و غذا ندن تا هلاک بشه. هریز نگر کدروم درن فکر میزاریت قبل یفتی گرگلی بر صحبتتونی صدقی برم. بعد از اون هر کسی که از کنار این درخت رد میشد یاد شغالی میافتاد که به خاطر گوش دادن به حرفای شیطان درون خودش موجب شده بود که یک گاو بیگناه کشته بشه. ادهیت انسوده زنانه را اتتاری ترسه گیده این دار اده گفت از نبورتون نور بر پتر درسه خیفت گوهی بورم زون کنند قصه ما قصه ما به سر رسید، کلاغا به خونهش نرسید. اون رو بیا خانم آقا رو بیا بدید، بدید نه نه، بیا بگیم. خب بچه ها، من اگر اجازه بدید یکی کتابچه کوچیک بگیم من به شما میدم و امیدوارم که یاد ما باشید هر موقعی که میخونید، چون شما فارسی میدونید من کتابچه ای رو میدم که فارسی باشه و خیلی هم عامیانه نوشته، اما برای اینکه متوجه بشید یه مقدار بایستی فارسیتون بیشتر و قوی‌تر بشه. این کتاب ها فقط ببینید خواستم که کتاب فارسی داشته باشید. این کتاب ها در مورد کار، در مورد شغل ها هست، درباره شغل ها هست و امیدوارم که منو ببرید به لحاظ اینکه دیرتر رسیدم.